همکارم بابک اسحاقی از تلاویف با ماست بابک وقتت بخیر آیا جزیاتی از این توافق احتمالی منتشر شده؟ بدون شک مقامات ایالات متحده ماهاست که در جهت شکری یک توافق تاریخی بین اسرائیل و عربستان سعودی تلاش میکنن اما اون که تا کنون مقاومت کرده در این رابطه عربستان سعودی بوده توماس <تصاف> فریدمن که از نزدیکان بایدن هست دیروز در روزنامه نیویورک تایمز نوشته بود که بایدن در حال بررسی یک معاهده ای هستش که این معاهده یک معاهده امنیتی بین ایالات متحده و عربستان سعودی هستش که شامل عادی سازی روابط ریاض با اسرائیل هم میشه یعنی در واقع یک توافق سه جانبه هستش مقامات کاخ سفید هم اعلام کردن که جک سالیوان مشاور امنیت ملی دولت ایالات متحده و یکی از ا... ترین افراد در نزد بایدن این هفته به همراه برت مگورگ هماهنگ کننده شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور خاور میانه برای همین مذاکرات و, و عادی سازی روابط بین عربستان و اسرائیل روانه جده شدن طبق گزارش ها سعودی ها از واشنگتن برای صلح با اسرائیل سه شرط اصلی را قائل شدن یکی همین معاهده امنیتی متقابل در سطح, در سطح ناتو هستش که ایالات متحده را موظف میکنه که در صورت حمله به عربستان سعودی احتمالا توسط جمهوری اسلامی برای دفاع از عربستان سعودی آماده باشه دوم برنامه هسته غیر نظامی هستش که بن سلمان تلاش میکنه که اون را به دست بیاره که تحت نظارت ایالات متحده باشه و توانایی خرید تسلیحات پیشرفته آمریکایی مانند سیستم دفاعی موشک ضد بالستیک سعودی ها را در برابر موشک های جمهوری اسلامی ایران بتونه حفظ بکنه از جمله چیزهایی که ایالات متحده از سعودی ها میخواد پایان دادن به جنگ یمن هستش و یک بسته کمک بزرگ و بی سابقه ای عربستان سعودی به نهادهای فلسطینی در کرانه باختری و محدودیت های قابل توجه در رابطه با روبه رشد بین عربستان سعودی و چین. یعنی ایالات متحده میخواهد که روابط عربستان سعودی و چین را به صورتی محدود بکنه که تجارت سعودی ها با قولهای فناوری های چینی مانند هواوی که آخرین تجهیزات مخابراتی اون در ایالات متحده ممنوع شده را پایان بده به همان اندازه هم مهم هستش که سعودی ها برای حفظ شانس راه حل دو کشور برای دو ملت از اسرائیل چه مطالباتی خواهند داشت باید گفت که همانطوری که امارات متحده عربی به عنوان بهایی برای توافقهای ابراهام از نتانیاهو خواست تا هر گونه الحاق کرانه باختری را صرف نظر بکنه بدون شک عربستان سعودی هم خواسته هایی در همین رابطه از اسرائیل خواهد داشت بایدن گفته استش که امکان همچین توافقی به زودی امکان پذیر هست اما تاریخ برای اون عنوان نکرده